بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال عذابي أصيب به من أشاء رحمتي وسعت كل شيء. الله می فرماد قال عذابي أصيب به من أشاء، عذاب من به هر کسی که بخوام میرسه، اما رحمت من و رحمتی وسعت کل شيء، رحمت من هر چیز رو فرا گرفته، کافر و مسلمان و جامد و زنده و مرده رو، همه رو رحمت عمومی الله فرا گرفته و رحمتش گسترده است. کل شيء خداوند رحیمه و رحمتش به همه جا رسیده. برای همین پیامبری رو هم که فرستاده، همون پیامبر که درود خدا، که درود الله بر او باد، می فرماد اینی لم ابعث لعانن و انما بعثت رحمه. میگه من برای این فرستاده نشدم، مبعوث نشدم که لعنت کنم، برای این فرستاده شدم که رحمت باشم، رحمت للعالمین باشم. این حدیث در صحیح مسلم هست، راوی حضرت ابو هریره است که پیامبر بهش گفته شد که یا رسول الله بر علیه مشرکین دعا کن، نفرینشون کن. فرمود که من برای این برانگیخته نشدم که لعنت کنم، برای این برانگیخته شدم که رحمت باشم. حالا تصور کنید یک کسی که خود رو پیرو این پیغمبر پاک میدونه، مشرک که نه که مسلمان رو لعنت میکنه، مسلمان که نه مؤمن رو لعنت میکنه، مؤمن که نه بهترین رفیقای پیغمبر رو لعنت میکنه، زن پیغمبر رو لعنت میکنه، این میتونه پیرو این چنین پیغمبری باشه و بنده چنین خدایی باشه که رحمتش وسعت کل شیء است؟ طبعا نه. این عیب متاسفانه در کشور ما هست. ما لعنت کردن رو جزوی از زندگی خودمون کردیم. یعنی لعنت یعنی که ما میگیم که از رحمت خدا به دور باشی. چی کار داری مردم از رحمت خدا به دور میکنی؟ کوشش کن، دعا کن که مردم هدایت بشن. اون که مرده اگه از رحمت خدا به دوره که به دوره دیگه، به دور شد. حالا به دعای گربه کور که بارون نمیاد که، حالا مرده، اعمال خودش بر اساس اعمال خودش یا زیر سایه رحمت خداست یا زیر عتاب خداست و خشم خدا برش است. برای اونم باید دعا کنی که خدای اگر مسلمون مرده، یا الله ببخشش، از گناهاش بگذر، ما واسطه میشیم پیش تو. نه اینکه زنده و مرده رو لعنت کنیم، این اصلا نه اخلاق پیغمبری است، نه خدای ما چنین چیزی رو دوست داره. حضرت عایشه میفرماد زن پیامبر، اون از همه ما بیشتر به پیامبر نزدیک بوده، میفرماد که پیامبر هرگز کسی رو لعنت نمیکرد، مسلمانی رو لعنت نمیکرد و برای انتقام برای خودش هم انتقام نمیگرفت، مگر کسی رو که حدود خدا رو به اصطلاح زیر پا میذاشت، دزدی میکرد، زنا میکرد، آدم میکشت، طبعا انتقام میگرفت به خاطر اینکه حدی از حدود خدا رو زیر پا گذاشته. دنبالش حضرت عایشه میفرماد از اخلاق پیغمبر ما که هرگز هیچ زنی رو و هیچ بچه‌ای رو یا هیچ کسی رو، هیچ غلامی رو به دست خود نزد، مگر که در راه خدا اگه جنگ می‌کرد. هرگز چیزی ازش خواسته نشد مگر اینکه داد، اگر داشت، مگر اینکه اون خواسته چیز گناهی بود، اون وقت نمی‌داد براش. و میگه وقتی جبرئیل پیشش می‌آمد، اون وقت خیلی می‌بخشید. حدیث در رواه احمد، در مسند احمد است، حضرت عایشه روایت کرده. حضرت انس ابن مالک، شخص دیگری که زندگی پیامبر رو از نزدیک دیده، یعنی نوکر پیامبر، ایشون میفرماد که حضرت پیامبر هرگز فحش دهنده نبود، فحاش نبود، لعان نبود، سباب نبود، فحاش نبود، لعان نبود، یعنی نه سب میکرد کسی رو، فحش میداد، نه فحش میداد، نه لعنت میکرد. وقتی که خیلی عصبانی میشد میگفت ما لهو تره بجبینو، چه شده صورتش در خاک باشه، یعنی یک چیزی که خیلی عصبونیش میکردن، خستش میکردن، در یک چیزی کار غلطی انجام میدادن، میگفت چه شده صورتش در خاک. همینقدر. این هم یک اصطلاحی بود که عرب ها داشتن، معنی حقیقی هم نداره، معنی مجازی داره، یعنی نه اینکه صورتش در خاک فرو نمیکرد، منظور حد اکثر عصبانیت پیامبر در اینجا بود. یه حدیث در بخاری است، حضرت ابو هریره نقل میکنه که لا ينبغي للصديق ان يكون لعانا،
صدیق باید لعان نباشه، لعنت کننده نباشه. این حضرت ابو هریره است، پیامبر نقل میکنه به مسلم این روایت رو گذاشته. مسلمان باید برای دیگران خیر بخواد. وای به حالی که مسلمان مؤمن اگه انسان خودشو میدونه، باید برای کافر و مسلمان، گربه و سگ، برای هر چیز خیر بخواد، شر باید نخواد. برای همینه که تو مذهب ما فروش چیز شر برای کافرها هم حرومه. یعنی ما نمیتونیم به کافرها ربا بدیم، ربا بگیریم که نمیتونیم، اما نمیتونیم پول بدیم ازشون سود بگیریم. اینکه ما برای این آمدیم که خیر پخش کنیم، نمیتونیم اونا مواد مخدر بفروشیم یا سیگار بفروشیم، به کافر هم نمیتونیم بفروشیم. برای اینکه ما باید خیر ما به مردم برسه، چه مسلمون چه کافر. مسلمان جایز نیست، حد پیامبر میفرماد جایز نیست که برای مسلمان، برای صدیق، برای انسان مؤمن که لعنت کننده باشه. ناممکنه که یکی بگه من مؤمنم باید لعنت کنه. چرا؟ نمیشه، اصلا جور در نمیاد. چگونه ممکنه مؤمن؟ چون که صفت مؤمن این است که خیرخواه باشه. عبدالله ابن مسعود هم این حدیث رو نقل میکنه که مؤمن نه طعنه زننده است، نه لعنت کننده است، نه فحش دهنده است، نه بد زبانه. ترمذی این حدیث رو روایت کرده و حضرت عبدالله ابن مسعود از پیامبر این رو شنیده که فرموده پیامبر است که مؤمن نه طعنه زننده است، نه لعنت کننده است، نه فحش دهنده است، نه بد زبانه. پس اینا رو متوجه باشیم که ناممکن است که صفت ایمان با صفت کفر جمع بشه، ناممکن است که صفت ایمان با صفت لعنت جمع بشه. حالا بگید نگید که خدا لعنت کرده، پیغمبر دروغگو رو لعنت کرده. خب عموما تو میتونی صفت دروغ و دروغگو رو لعنت کنی، اما بر روی شخص معینی دست نمیذاری. عموما اینجوری هست. استثناءاتی که پیغمبر بیرون کشیده اون جداست، چرا که عذاب خدا به بعضیا میرسه، ولیکن رحمتش وسعت کل شیء است، هر چیزی رو فراگیر. و این درست نیست که انسان فقط از استثناءات برداره همون دین خودش کنه. چیزی که استثناء در استثناست رو برداری و همون رو بکنی دین خودت، به اون رو ثواب بدونی، تسبیح در دست بگیری، اونا به بهترین و پاکترین افراد بشر لعنت بفرستی به این بهانه که قرآن گفته که لعنت خدا بر کاذبان باد. خب لعنت بر کاذب بگو، کسی جلو تو رو نگرفته چون که قرآن گفته. یا پیغمبر گفته مثلا لعنت بر منافق، خب بگو. در این شکی نیست که اگر گفته بگو. خب اما از رخصت دین برای سوء استفاده کردن، این دیگه چیزی است که نشان از قلب بیمار داره. دیگه چیزهایی که باعث لعنت میشه در حدیث از ابن عباس است که هر کس که نشانهای زمین رو عوض کنه، در مسند احمد است، خداوند لعنتش کنه. پیغمبر گفته، اسم نمیاره، میگه هر کس که نشانه زمین عوض کنه. نشانه زمین یعنی چیزهایی که در زمین هست خداوند قرار داده. مثلا کوی رو از بیخ بکنه، اینا جایز نیست بدون دلیل این کارو بکنه. رودخونه از جایش منحرف کنه بدون دلیل، طبعا برای مصارف مفید باشه نه. و در مسند احمد این حدیث هم از ابن عباس است که خداوند لعنت کنه کسی رو که منسوب میکنه خودش به قبیله دیگه، یعنی از این قبیله است خودش منسوب میکنه به کسی دیگه ای. یعنی مثال ایرانی است خودش منسوب میکنه اندونزیایی، این رو هم پیامبر لعنت کرده و امثال این. ابی سعید خدری نقل میکنه که پیامبر لعنت کرد کسی رو که نوحه میخونه، نوحه خونه، مدده، به این روزا اسمشو گذاشتن مدده، نوحه خونه میخونه بر سر مرده ها و یا بعد از که مرده مرد و حالا اون وقت بر سر مرده میخوندن، حالا مرده که هزار سال هم بمیره میشینن نوحه میخونند و گریه میکنن. این رو پیغمبر لعنت کرده. به تو آمار اومده بود که ایران ما 85 هزار مدده داره. حالا از این 85 هزار از پای منبرشون 100 نفر هم بشینه، 8 میلیون 500 هزار نفر میشه. چون که در این حدیث هست که من حالا فقط سند حدیث متأسفانه ندیدم، چون که این نوح علی المیت این در حدیث ها در این شکی نیست که این صحیح است، اما این جمله دومش به کسی که میشنورم پیغمبر لعنت کرده، طبق حدیث ابی سعید خدری که راویش ابو داووده، شنونده این نوحه ها را هم ملعون هستند. طبق این حدیث، البته سندش رو دقیق نمی، اما این حدیث دیگه ای که صحیح هست، حدیثی هست که حضرت
ابو موسی نقل میکنه، به زنش گفته این حدیثو که خداوند که از پیامبر شنیدم، خداوند لعن کرد، لعن من حلق، رسول الله لعن کرده، لعن من حلق او سلق او خرق. پیغمبر لعنت کرد سه گروه رو، کسی که سر خودش رو در مصیبت میتراش از ته. یک چیزی اینم یه جور عزاداری بوده دیگه، بشر برای خودش اختراع میکنه. یکی که جیغ میزنه بر مرده، این رو هم پیغمبر لعنت کرده. حلقه یعنی سر خود میتراشه، سلقه یعنی جیغ میزنه، و خرقه یعنی لباس خودش پاره میکنه. این رو هم ملعون است و ما میبینیم که چیزا در ما خیلی زیاده. پیغمبر حضرت ابی امامه نقل میکنه که پیغمبر خدا کسی که صورتش رو میخراشه، ابن ماجه روایت کرده این حدیث صحیح رو، پیغمبر خدا این چند گروه رو لعنت کرده. کسی که در وقت مصیبت صورت خودش رو میخراشه، چنگ میزنه صورت خودش، خون میاره، لباسش پاره میکنه، و واویلا و گریه و نوحه میکنه، نوحه زیاد میکنه، جیغ میزنه، این رو پیغمبر خدا لعنت. یکی از کسای دیگه‌ای که متاسفانه یا خوشبختانه بگیم، متاسفانه از اینکه ملت ما بهش دوچاره، خوشبختانه از اینکه پیغمبر ما منع کرده، ولی در مجموع چون که اطاعت از پیغمبر نمیشه، باید بگیم متاسفانه حدیثی ما داریم که ملت ما بهش عمل نمیکنه. ابو داوود روایت کرده، حضرت ابن عباس راوی این حدیث است، حدیث است که پیغمبر خدا این گروه ها رو لعنت کرده. کسایی که خب توجه کنید این چقدر در ایران زیاده، ببینید لعنت کردن پیغمبر، به فرد کسی رو لعنت نمیکنه، اما گروهی رو لعنت میکنه. یعنی اونا میگه با این کارشون خودشون ملعون میکنن، از رحمت خدا به دور میشه با این کارش. پس لعنت کسی که لعنت شده است ملعونه، یعنی گناه خیلی بزرگی انجام داده. حالا وای به حالی که ما اون گناه رو فکر میکنیم که عبادته، این مصیبته. این کسایی که حالا من دارم میگم، مردم اینو فکر میکنن عبادته، اما پیغمبر ما لعنت کرده. حدیث صحیح است، حضرت ابن عباس نقل کرده، ابو داوود ثبتش کرده که حضرت ابن عباس میگه من شنیدم که پیغمبر خدا لعنت کرد زائرات قبور و زنهایی رو که بر سر قبرا میرن برای حاجت خواستن، و کسانی رو که متخذین علیه المساجد، کسانی که مسجد میسازن بر سر قبرها برای نماز خوندن، و سروج به کسایی که چراغونی میکنن قبرها رو، سه گروه رو لعنت کرده. ما فکر کنیم عبادته، میریم در اونجا نماز میخونیم، در حالی که پیغمبر اون کسی که مسجد ساخته لعنت کرده. خب مسجد ملعون شد، مسجدی که بر سر قبر است ملعون است، یعنی برکتی درش نیست، از رحمت خدا به دور است. و زنهایی که میرن بر سر قبر ها برای همین کارهای غیر شرعی، طبعاً چرا که در حدیثی ما داریم، نه چنگه در این هر روزم علما اختلاف دارن، اما واضح حدیث اینجوری هست که پیغمبر فرمود که من شما را از رفتن به قبر ها منع میکردم، حالا برید برای عبرت گرفتن. و در حدیثی است که حضرت عایشه سر قبر برادرش رفت، اش علما میگن که رد میشد بعد دعای مسنون رو خوند، ولیکن در هر حال این حدیث ما داریم که پیامبر خدا سه گروه رو منع کرده. طبعا اون زنهایی که میرن برای حاجت خواهی و اینها طبعا منع شدن، و یا اون قبر میرن و چون که سر قبر بره، اگه از فامیلش هم بره، در وقتی که جزا و فزع میکنه، این اول تازه مرده، نمیتونه خودشو نگه داره. این سهراب اعرابی که مرد، من فیلمش رو نگاه کردم، یعنی همون کاری که ما اول من میکنیم برادران شیما، بعدا من میکنیم بیچاره سر قبر، بچه جوونش مرده زیر خاکه، نمیتونه خودش رو نگه داره، سر خاک کارایی میکنه. همون بهتر است، میگه ندیده دیگه، یه جوری طاقتش میاد. چه جوری طاقتش میاد؟ میبینه بچه خودش، مادر، زن زیر خاکه، مثلا حرکاتی میکرد، آخه برادرش کولش کرد برد بیرون از همون به اصطلاح صحنه. خب به این خاطر میگه که نری، اول من رفتنش. اما وقتی که صبر خدا بهش داد، مدتی از مصیبت گذشت، مصیبت یادش رفت یا کم شد، اون وقت عیبی نداره برای عبرت بره. حدیث در چی بوده؟ یک کسی اومد پیش حضرت علی، در این حدیث که برای شما خودم در ترمذی بود، یک کسی اومد پیش حضرت علی و گفت که یه چیزایی که پیما شنیدی که پیغمبر اون وقتی که حضرت علی خلیفه است غلو داره در حق ایشون شروع میشه. اومد، این حدیث در مسلمه، اومد گفت که علی ابن ابی طالب امیرالمومنین، برای ما یه چیزایی که پیغمبر خصوصی برات میگفته برای ما بگو. حضرت علی غضب کرد که پیغمبر به من چیز خصوصی نمیگفته که از مردم دیگه پنهان کنه، هر چی به من میگفته برای مردم دیگه هم میگفته، اما این حدیث رو من از پیامبر شنیدم، حالا که خواستی چیزی بدونی اینو منم شنیدم، تو هم بدون، هرچند که به غیر از منم گفته، چون این حدیثی که الان میخونم راویاش کسای دیگه هم هستن.
گفته چهار کس رو پیغمبر خدا خداوند لعنت کرده، پیغمبر میفرماد، و علی از زبان پیغمبر این روایت کرده، در صحیح مسلم ثبت شده. یکی کسی که پدر مادرش رو لعنت میکنه، حالا بعضی علما گفتن این براتون گفته بودم، یعنی ما پدر مادر مردم رو لعنت میکنم، پدر مادرش رو لعنت میکنم. یکی کسی که برای غیر از خدا قربانی میکنه، یعنی یک کسی قربانی میکنه میگه برای غیر از خداست، برای امام رضا است مثلا، اینو لعنت کرده. کسی که گناهکاری رو که مفسد فی الارض است رو پناه میده، اون رو هم پیغمبر الله لعنت کرده. به کسی که منار الارض رو عوض میکنه، یعنی نشانهای روی زمین رو عوض میکنه، نشانهایی که برای راست برمیداره، مثال معنی سادهش اینه، حالا معنی شاید عمیق‌تری داشته باشه، معنی سادهش اینه که تو راه نشانهای مردم میذارن برای اینکه راه رو پیدا کنن، اون برمیداره عوض میکنه، مثلا جهت شرق غرب میکنه، مردم آزاره دیگه، مردم آزاری رو پیغمبر گفت، فرموده که الله لعنتش کرده این چنین شخصی رو، حدیث در مسلم هست. در حدیث دیگری ما داریم که پیغمبر خدا در مسجد نشسته بودن، قوم اومدن گفتن یا رسول الله بعضی قوم هستن که با اسلحه بازی میکنن، به سوی هم نشانه میگیرن. پیغمبر فرمود اسلحه رو در غلاف بذارید به هم دیگه بدید، و کسی که اسلحه خود به سوی برادرش نشونه بگیره اون ملعونه. در حدیث دیگری ما داریم از حضرت عایشه که پیغمبر در مرض بیماریش گفت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا. خدا لعنت کنه، میگه یا لعنت کرده، لعنت کنه یهود و نصارا رو. چرا؟ برای چی یهود و نصارا رو پیغمبر خدا، تو که پیغمبر رحمت هستی، لعنت میکنی؟ برای اینکه کاری کردن که خودشون رو در ورطه لعنت انداختن. چی کار کردن؟ قبرهای پیغمبر خودش برداشتن، مسجد درست کردن، بارگاه و عبادتگاه درست کردن، زیارتگاه درست کردن. اگه حدیث در بخاری است، حدیث صحیح در بخاری است، راوی حضرت عایشه است، از پیغمبر شنیده. کی گفته؟ وقتی مرگ آدم وصیت میکنه، حرفای مهم میگه. وقتی مرگش این رو گفته، خدا لعنت کنه یهود و نصارا رو. چرا؟ به خاطر اینکه قبرهای پیغمبر رو مساجد درست کردن. یعنی قبر من یه دفعه مسجد درست نکنید که ملعون میشید. و ما میبینیم که قبرها رو برمیدارن، شناخته و ناشناخته رو برمیدارن، مسجد درست میکنن و یه چیزی مثل شکل کعبه درست میکنن، حالا اگه طواف هم نمیکنن، بای هم میکنن طواف، و باز معتقد هستن که این عبادته، در حالی که اون منخان مکانی است که به لسان پیغمبر ملعونه، یعنی خدا ملعونش کرده اون منطقه. یعنی ملعون یعنی که رحمت خدا در اونجا نیست، رحمت که نباشه خود به خود عذاب خدا هست. لذا دقت کنیم. دیگه حدیث های زیاد در مورد لعنت زیاد است. پیغمبر خدا کسی رو که ربا رو گفتم، ربا رو براتون گفته بودم، حتی خرید فروش سگ حالا که تو کشور ما شده، از ثمن کلب من کرده، نمیگه ندید، یه حدیث در بخاری است، اون رو حرام دونسته. در حدیث دیگری خداوند مردایی رو که خود رو شبیه زنا میکنن و زنایی که خود رو شبیه مردا میکنن رو لعنت کرده. یعنی مرد و زن دو موجودی هستن که مکمل یکدیگه هستن، اما نه باید زن باید مردانه رفتار کنه، نه مرد باید زنانه رفتار کنه. اگر چنین کاری کردن، هر کدوم که این کاری کرد، خودش رو در رودخانه لعنت الهی انداخته. بالاخره لعنت هم چیزی است که از طرف الله است، عذاب الله هم هست، خودت رو باید نندازی. و این یکی است که این حدیث از حضرت عمرو ابن عاص هست و از ابن عباس هست. دیگه حدیث دیگه ای که ما داریم در مورد این، که در مورد ملعونین، حدیثی است که مسند احمد روایت کرده، حضرت ثوبان روایت راوی شنیده و حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص هم این حدیث شنیده. خداوند سه کس، این در ابو داوود هم هست، در مسند احمد هم هست حدیثه، درسته که راشی و مرتشی، کسی که رشوت میگیره، کسی که رشوت میده، هر دوشون در آتش هستن، و کسی که بین این دوتا واسطه است، در حدیث احمد واسطه هم راشی هم مرتشی هم رشوه دهنده هم رشوه گیرنده و هم کسی که واسطه بین این دوتا شده کار جور میکنه، هر سه تا ملعون حساب میشن، رسول الله لعنتشون کنه. رشوه گیرنده که ملعون است، در اون شکی نیست. واسطه هم البته، واسطه و رشوه دهنده اینجا یک شرط داره که مجبور نباشن. یعنی فرض کن که یک ظالم یک کسی گرفته در زندان انداخته، حالا برای اینکه آزاد کنه اون رو، یا یک کارش به یک دولت بنده، به یک اداره بنده و اون قانونا انجام نمیدن کارشو، اون کسی که رشوه میده نمیخواد حق کسی دیگر هم بخوره، اصلا کارش نمیخواد انجام بدن، نمیخواد نوبت خودشو جلو بندازه،
نه این کارو نمیخواد بکنه. اما میبینی که اگه این پول نده ازش به اصطلاح کارش انجام نمیشه. این که پول بده در اینجا گناهکار نیست، گناه اینم سر اونه. اما اون راشی یعنی کسی که رشوه میگیره اون ملعونه، و کسی که واسطه میشه از اینجا یک چیزی در میاره اون واسطه هم ملعونه. و من عملا دیدم کسایی که رشوه میگیرن، من معنی ملعونه در اونا فهمیدم. ببینید که پول داره ولی برکت از پولش رفته. یه دفعه میبینم پولی که داره خود ازش میگیره در یه جای دیگه. داستان یک مردی رو یادم میاد که پلیس بود و در جایی که ما هستیم بودیم، اون پلیس ها بس مشهور بودن به رشوه گرفتن و اینها، عزت میکردن مردم. باز این دهی زندگی میکرد. تا ببینید که چجوری ملعون یعنی چی، معنی ملعون. که اگه مهر لعنت به کسی خورد، ما که میگیم ملعون ملعون، مردم میخوان ملعون کنیم و این مهر ممکنه خدا ورداره تو سر تو پیشونی ما بزنه، برای همین میگم احتیاط کنین. اینجا من معنی ملعون رو بهتون نشون میدم در داستان حقیقی. مردی بود که ما در مغازه نشسته بودیم که اومد و عسل خواست. همسایه ما بود، اون بنگاه داشت، اومد گفت که برای یک دوستم عسل میخوام، بچهش آتیش گرفته. گفتی که عسل برای آتش خوبه، برای سوختگی. و من میدونم عسل برای سوختگی خوبه، بهترین دواست، از هر پمادی بهتر کار میکنه. گفتم بله. و گفتیم به آدم اومد، یه آدمی با چشمای دروش پشت سرش بود، پریشان هراسان. و بچه این تو بیمارستان سوختگی است و سوخته. و منم عسل دادم براش و این رفت. دو روز بعد پرسیدم، گفت که این مرد. دکترها میگه گفته بودن که عسل بزن و هر کاری میخوای بکن، اما این زنده نمیمونه، چون که اون سوختگی به جگر و نمیدونم به کبدش رسیده بود، یعنی اعضای داخلی بدنم سوخته بود، فقط پوست نبود که عسل کار کنه، اعضای داخلی بدنش هم سوخته بود، یعنی عضوای بدن از کار افتاده بود. بعد از دو روز اون بچه مرد. من گفتم داستان این چی بود، این بچه چرا؟ یه جوان 18 ساله بود. گفت که این آقا که میبینین پلیسه، یعنی آقایی که اومده عسل گرفته و برده برای پسرش، این پلیسه. گفت پسرش یه ده هم دیگه، ده یعنی بزرگی نبوده، از ده های حاشیه شهره، یعنی کنار شهر، مردم هم دیگر میشناسن. میگه پسرش اومده با جوانای تو کوچه یک پول درشت اون مملکت رو برداشته پاره کرده انداخته تو جوی آب. یعنی من اینقدر پول دارم که این پول به این درشتی برای من اهمیت نداره. کار احمقانه دیگه. طبعا در من محیط های کوچیک این حرفا صدا میکنه. این حرفا صدا کرده و به مادر همین پسر رسیده. مادر پسر دیگه میدونه که حالا مردم پشت سر بچه که نمیفهمه. مادر پسر میدونه که حالا مردم میگه آقا پدرش رشوه میگیره، پلیس اون نمیدونم، این بچه دیگه پولم اهمیت نمیده. حقیقت هم همین بود دیگه. اگه پول به زحمت به دست بیاد که بچه اینطوری نمیریزه دور. این جوان نمیفهمه، این 18 سالشه، تشخیص نمیده که این پول به این راحتی به دستش میاد، آیا حلال اومده یا حرام. مادر عصبانی شده اما دیگه چیزی نگفته. پدرش که اومده، پدرش دیگه هم پلیس دیگه، اومده به پدرش گفته که این پسرت امروز این کارو کرد، آبروی ما رو تو محل برد. پدرش دیگه خیلی ناراحت شده. پدرش هم میدونه که پشت قضیه چیه، مردم چه فکر میکنن. به شدت به پسر توهین کرده، توبیخ کرده که چرا این کارو کردی. پسرم بلند شده نازک نارنجی، رفته دکون محل نفت خریده. دکاندار بهش گفته این نفتی که تو میگیری برای چه دردت میخوری، کمه، برای چه کاری میخوای؟ کاری رو گفته. گفته نه، برای کاری که من میخوام اینم زیاده. خودش آتیش زده با نفت و تا اینو به بیمارستان برسونن جگر و کبدش هم سوخته که عسل براش فایده ای نکرد و مرد. خب حالا ببینید، پولی که انسان به رشوه میگیره، یعنی یک پلیس موقع حقوقی نداره تو کشور. اگر واقعا این بچه واضحه که اینکه بتونه پول درشت پاره کنه تو آب بندازه، یعنی پول پدرش هست، پارو بالا میره بهش میداده. ببینید همین پول رو خداوند براش اینطور بی برکت کرده که باعث زحمت هم براش شده که پسرش هم با خودش برده. پسر دیگه شیرین ترین چیزی است که یک انسان داره. اونم پسری که به جوونی میرسه 18 سال 17 سال، دیگه خیلی برای پدر شیرین میشه، برای مادر شیرین میشه. حالا ما بلغ السعی که در مورد حضرت ابراهیم میاد که وقتی که پسرش به سن جوونی رسید میخواد سرش رو ببره، خدا گفت یعنی اینکه دیگه در اوج حب پدر به پسر اومده، خداوند پیغمبر خودش امتحان میکنه. در اینجا اومد مهر لعنت خدا بر سر این بدبخت زد. اما البته بعد شنیدم که بعضی وقتا خدا تو دنیا انسان رو عذاب میکنه، همون آدم بعد توبه کرد و شنیدیم که خیلی آدم خوبی شد، خداوند اون رو ثابت قدم نگه داره. منظور من این است که متوجه باشید که لعنت با انسان چیکار میکنه. باید خود رو از رودخانه لعنت دور نگه داریم. بدترین چیزی است که خودمون رو بندازیم، یعنی میام بی خود بندگان خدا رو لعنت میکنیم، چپ و راست لعنت میکنیم، حیوان رو لعنت میکنیم، خودمون رو لعنت میکنیم. و لعنت این از بارا براتون حدیثو گفتم،
اگر لعنت کردی، اون لعنت یا طرف اون لعنت شده میره، اگر اون مستحق باشه در اون داخل میشه، اگر مستحق نباشه میره آسمون، میاد زمین، درا بسته است، میره طرف همون آدمی که لعنت شده. اگر اون مستحق نباشه برمیگرده به طرف گوینده، در داخل همین گوینده میشه، از برای دهانش دوباره داخلش میشه و این انسان خودش ملعون میشه. و ما دیدیم که ملعون چه برای سرش میاد. میام برنامه رو با هم ببینیم و باقی قضایا و چند پیام رو با هم بشنویم. سلامی دوباره دارم به خدمت شما بینندگان عزیز. امروز بخش دوم برنامه ملعونین، کسایی که لعنت شده هستند بود و درباره لعنت صحبت کردیم. و حالا در باقی برنامه قبل از اینکه چند پیام پخش کنیم، دو حدیث دیگر رو هم خدمت شما عرض می کنم. حدیث اول رو حضرت ابن عباس نقل می کنه، حضرت امام ابو داوود این رو ثبت کرده در سنن ابو داوود. و حدیث این است که مردی میرفت و همراه پیامبر و باد وزید، باد شدید وزید و لباسش رو ازش کند، یعنی باد ردای این رو ازش دور کرد، ردا داشته، نیست مثل ما لباس پوشته باشه، بالا پوشی سرش انداخته بود، اون رو باد برد. این چیکار کرد؟ این باد لعنت کرد. فلعنها، باد لعنت کرد. پیامبر گفت که لا تلعنها، باد رو لعنت نکن، فانها ماموره، اونم ماموره. و این به درستی و انه من لعن شيئا ليس له باهل رجعت اللعن عليه. خیلی مهم، یه حدیث دیگه است، ابو داوود نقل کرده، میگه لعنت نکن باد اون ماموره. به درستی که هر کس چیزی رو لعنت کنه و اون مستحق لعنت نباشه، لعنت به خودش برمیگرده، به خود همون آدمی که لعنت کرده برمیگرده، این کار دیگه نکنی. اما با این وجود در حدیث ما دیگه که ابن ماجه روایت کرده، حضرت پیامبر لعنت کرده عقرب رو. من نمیدونم سند این حدیث صحیحه یا نه، متاسفانه ندیدم تو کتب سند، هنوز باید ببینم، انشالله درسته. اون است که حضرت عایشه نقل میکنه که عقربی رو پیامبر رو گزید، دعوه به پیامبر در نماز بود، پیامبر فرمود که خداوند بعد از نماز که خدا لعنت کنه عقرب رو، که نه مسلمان نه نمازگزار میذاره نه غیر از نمازه، و عقرب رو بکشید، چه در حتی اگر در حالت احرام هستید عقرب رو بکشید. حالا بازم کسی مدافع عقرب نشه، مثل مدافع مارمولک نگفته نسل عقرب رو بردارید از روی کره زمین، عقرب رو در حول و حوشتون هست باید بکشید. فکر کنم دیگه این دفعه کسی با ما مخالفت نکنه و مدافعی برای عقربا نداشته باشیم. حالا چند بیننده رو صحبتاشون رو میشنویم قبل از اینکه برنامه رو به پایان ببریم. بیننده اول، سلام آقای سجید، خسته نباشید. می‌خواستم در مورد سر و جادو ببینم این سر و جادو چطوریه، آیا این درسته یا غلط. ممنون، خدا
خداحافظ شما. بله که درسته، یعلمون الناس السحر در سوره بقره است. سحر یک چیزی است که ساحرینی که در دوره حضرت عیسی بودن، البته سحر هست در زمان حضرت موسی، سحر البته هست، و ولیکن این نیست این چیزهای خرافاتی که ما میبینیم این روزا ما انجام میدیم و اینا، نه. برای این دفع سحر هم چیزهای دوباره روز یک برنامه براتون بخونم بگم در همین مورد، چیزهای در قرآن و سنت هست انجام بده سحر هست و دور میشه. این نیست که حالا ما از سحر یک بمب درست کنیم ازش بترسیم، ما اسکاری داریم که میتونه ما رو حفظ کنه. اما سحر یک چیزی هست، ما دیروز استاد همین جمله رو گفت توی برنامه‌اش، ما البته میتونیم برای بعضی چیزا تفسیر مادی نداریم، نمیدونیم چرا اینجوری میشه، ولیکن در بودن شکی نداریم. اولا در قرآن است، دوما در حدیث است، سوما ما میبینیم در تمام دنیا. اینو کسی منکر نیست که سحر جادو چیزای ماورالطبیعی است که تاثیر میذاره. یک روز مفصل‌تر در این مورد صحبت میکنم. بیننده بعدی، مصطفی از الله متعال، درود و صلوات اصحاب از لحظه گرمی سلامت میکنم خدمت آقای سجودی، استاد عزیز و بزرگوار. برنامه رو داشتی در باره لعنت خدا فرما میگهیم این رو ببخش یک دفعه نگه میدار از ابو جدا روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لعنت کنندگان در روز قیامت، نه شفیق واقع میشوند و نه شهید. همچنین از ابو هریره روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود برای شخص صدیق شایسته نیست که لعنت کننده باشد. و همچنین از سمر بن جندب روایت شده است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که لعنت خداوند کسی را مورد لعنت قرار ندهید، زیرا با خشم و آتش الهی کسی را نفرین کنید. و همچنین از ابن مسعود روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت مؤمن تنه زننده، لعنت کننده و بدزبان و بدجنگار نیست. حسن، از این نتیجه میگیم که مسلمان واقعی لعنت رو نمیفرسته، چون تو لعنت هیچ خیلی نیست. حتی یکی مستحق لعنت باشه به ما رفتی نداره، این خودش و خدا رو خودش میگیم. و نقطه مقابل لعنت رحمته، رحمت یعنی برکت، برکت در چیزی، برکت در اسلام، برکت مثلا در شبکه کلمه، برکت در خود آقای سجدی استاد تلسکت که باعث شده چون به راه خدا اومده، خدای بزرگ هم رحمت خودش رو شامل حالش کرده. آقای سجدی من قلوب نمی کنم انشاءالله، اینو خداوند بهتون داده که خودتون خبر ندارید، یکی براتون دعا میکنه، کسی که هیچ وقت شما اونو ندیدید. بینندگان عزیز براتون دعا میکنم، من مطمئنم خودم هم یکی از اونها هستم و این یعنی رحمت خداوند. در شبکه نور، در شبکه کلمه، در همه اینا صحبت میکنید، برای بزرگی نام خداوند تلاش میکنید. از خدای متعال میخوام که نامتون رو در دنیا و قیامت و آخرت بلند نگه داره، همچنین که برای بلندی نام الله تلاش میکنید. واقعا من افتخار میزنم وقتی میشنوم شما میگید ما اهل سنت، خدا بعضی موقعا گریه میگیره، اینقدر قشنگ کلاس میکنید، باور کنید صحبتاتون اینقدر دل میشینه آقای سجدی، آدم حل میکنه وقتی میشینه پای برنامه هاتون. اصلا میخوام تو عمرتون، تو ایمانتون برکت بندازه، تو خانوادتون، زن و فرزندانتون الله متعال حتی خیر تو این دنیا براتون بیاره. برای ما هم دعا کنید، امیدوارم خداوند دعای شما را قبول کنه، دعای ما را برای شما قبول کنه. برای همه برادران کلمه دعای خیر میکنم، امیدوارم خداوند بزرگ نگهدارتون باشه و همچنین شما هم برای ما دعا کنید. خیلی ممنون، خدا نگهدار. خیلی متشکرم از شما. من صداتون آشنا بود، اول برنامه رو خوندم تا آخرش رو نشنیده بودم، فکر نمی‌کردم اینقدر لطف کنید. به هر حال ممنونم از شما. قبل از اینکه من براتون دعا کنم، فرشته‌ها در مقابل دعایی که شما گفتید آمین گفتن. طبق حدیث صحیح است که هر کس برای برادرش، برادر مسلمانش دعا کنه، فرشته‌ها میگن آمین ولک به مصر. حتما فرشته‌ها گفتن ولک به مصر، برای تو هم گفتن، برای شما هم گفتن که چیزی که برای من خواستی بنده برای شما دعا می‌کنم. خیلی ممنونم. و شما شاید همون بیننده‌ای باشید که دوست داشتید که درس دینی بخونید. امیدوارم که الان چیزا شما حرفای بنده رو تکمیلا گفتید، چیزایی که از در مورد لعنت گفتید همه حدیثای صحیح بود و ممنونم از شما. خداوند شما رو توفیق بده.
متشکریم از شما. این بیننده از ما دعا خواستم ببینیم که الو سلام علیکم استاد. استاد خیلی دوستتون دارم. در خدا برام دعا کنید. خدا حافظ شما. الله شما رو در دنیا و آخرت توفیق بده و حسنات بده در دنیا و آخرت و همه بینندگان میخوام که برای این بیننده ما هم دعا کنن و همه برای هم دعا کنیم. یک نکته ای رو بگم که اتاق فرمان من اطلاع داد که در مورد سیر جادو ما گویا یک بار صحبت کرده بودیم. ایشون انشالله در روزهای دیگه باز پخشش میذاره. مثلا در روز جمعه باز پخش همون برنامه رو دوباره میذاره. اگر بیننده میخواد بشنوه به اینم صحبت آخر از یک بیننده دیگه ما. من از ایران تماس میگیرم. میخوام با کلمه حضرت بکنم. مثلا کنی برای برنامه خودم من تو کلیسای میرخ تماس میگیرم. تو یه رسای کچک همه رو میزه میکنم. از کلمه نور و وصل فاس میزه میکنم. لطفا تایمه با سنن ایران بگیم برسن باشتا. آرین بدبختی بیچاره مردم هیچ بلد نیستم. علی و حسن و حسن میگه هیچی از این بلد نیستم. برای خدا تعالی نباشین خدا حافظش. کمی تصفیه صداشون برای من واضح نبود ولی که انشاءالله صحبت هایی که فرمودن همش درست باشه و ممنونم از شما بینندگان عزیز که ما رو تحمل کردید تا این وقت به حرفای ما گوش دادید. تا برنامه بعد شما رو خداوند بزرگ میسپارم. الله نگهدار و حافظ همه شما باشه.